بنام خدا و عرض سلام. پس از ماها تأخیر نهایتا نتایج نهایی شوراهای ولایتی اعلام و اعلان شد. اما اینکه آیا این روند و جریان اعلان نتایج با چه تأخیرهای مبتنی بر چه عوامل و چه عللهای برخورده بود، این جریان و نهایتا اعلان نتایج با چه دید نامزدان و نهادهای ناظر بر انتخابات و فعالین سیاسی مواجه است، در برنامه امشب بحث و بررسی داریم به حضور مهمانان. من همدرد غفوری میزبان این بحث هستم و شما از آن را به برنامه امشب خوش آمدید میگم. مهمانانی که اینجا حضور یافتند: محترم عبدالبصیر معرفت، یکی از نامزدان معترض شوراهای ولایتی، محترم نعیم ایوب زاده، رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان، محترم خاطره اسحاق زئی، یکی از نامزدان برنده شورای ولایتی افغانستان، و همچنان محترم آصف آشنا، فعال سیاسی در برنامه با خود داریم. به برنامه ما خوش آمدین. خانم اسحاق زئی، با شما آغاز میکنیم. شما یکی از نامزدان برنده هستین، شما چی کار کردین برنده شدین؟ کار بدن پسر که سخبل سلامون تست درنو میرمنو تا او سست تلزون طول لیدون که سلامون او درنش بنده کم زکومن کم چی مور حقا خپل پراخ کمپاین کردی، خپل هغه پیغام یا خپل هغه راتلونکي پلان مو د ځوانانو د خپل هیوادوالو سره شریک کړی دی، چې د هغو د پام وړ ګرځېدلی دی، یا هغه زموږ د کمپاین لړۍ د نورو کاندیدانو څخه په بشپړه توګه متفاوته وه، چې ومه کولی سوای د کابل ښاریانو د اعتماد رایې ترلاسه کړو او بریا زموږ سره. بیا هم زه د ټول خپل هیوادوالو څخه مننه کوم چې پر موږ باندې باور کړی دی. بله، ضمن تبریکی این برنده شدن بر شما، این رسالت هم بر شما مبارک میگم. اما گمانه های دیگری وجود داره که اکثریت معترضین جنبه ها و روی دیگری از نوع کارکرده در داخل کمیسیون باز میکنن، از این نکته ها بگوین تا چی میزان شما من حیث یک نامزد برنده رضایت دارین و حداقل کمی ها و کاستی ها آیا وجود داشت از دید شما یا نه یک جریان خیلی شفاف و دقیق؟ لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې ټول هیوادوال په جریان کې دي چې د ریاست جمهوریت ټول ټاکنو د ولایتي شورا ټاکنې تر خپل تاثیر لاندې راوستلي، تر خپل اغیز لاندې راوستلي وي، او د هغه وروسته ځینې مسایل چې کله هغه د ریاست جمهوریت نتیجه اعلان سوله، او د هغه وروسته یو څو مدت نور هم هغه وځندېدلی، او په دې کې د ځینې سیاسونو لاسوهنه وه چې دا پروسه له خنډ سره مخ کړل، او د دواړو کمیسیونونو نه همغږي وه چې په دې باندې د خپل مابینځ کې همغږي نه درلوده چې دا پروسه د خنډ سره مخ کړل، او نتایج په ډېر ځان سره رامخسر. بې له شکه چې پروسه یعنی ملي پروسه وه، او په افغانستان کې مثال تقریبا نوې ده، موږ د لومړي ځل لپاره ډیموکراسي پلې کړله، نو طبعا ځینې ستونزې به یې درلودلې، ځینې نیمګړتیاوې هم وې، په ځینې لرې پرتو سیمو کې تقلب هم ترسره سو. مثال ځینې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کارمندانو هم په تقلب کې لاسوهنې درلودلې، یا لاس مستقیما درلودې، چې هغه په هغه خپل د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم اعتراف کړی دی چې بل و ځینې مسایلو کې ستونزې وې، یا مثال په ځینې برخو کې تقلب هم سوی دی. ولې په دومره شکل چې مثال ځینې هیوادوال یا مثال ځینې معترض کاندیدانو وویل چې ما کوم بحثونه اوریدل، یا په کوم بحثو کې چې ما خپل په بیلابیلو رسنیو کې ګډون کاوه، په دومره کچه نه وه چې یو کس مثال په بشپړه توګه راسي هغه په تقلب سره بریالی سي، او هغه د په دې کې اتمن سي چې مثال په ځینو لرې پرتو سیمو کې چې دولت حاکم نه و، ځینې تقلب به سوي وي. ولې یا په کمیسیون کې مثال ځینې هیوادوالو به مثال لاسوهنې ورسره کړي، یا ځینې خپل هغه شخصي روابط چې به درلودل، ولې په دومره کچه نه وه چې یو کس بریالی سي. معرفت، شما کمپاین عمومی نکردین؟ شما برنامه های خوب برای برنامه ریزی برای کاندید شدن و نامزد شدنتان نداشتین که کسی نیستین در لست برنده ها باشه؟ چیگونه؟ اصلا ما در مجموع کاندیدی هستم که از جانب مردم، البته یکی از شوراهای محلی که ما مردم غزنی در مجموع او شورا را ایجاد کردن، ما از طریق از اونا کاندید شدیم در برنامه. واقعا یک برنامه پروگرام یا پروگرام کاری مشخصی را برای کار بعدی خود داشته و به مردم عرضه کردیم. را چیزی که عمده و اساسی ای است که حقیقتا در این انتخاباتی که ما برنده نیستیم، و مثال ما هزار یا صد کاندید دیگه هم برنده نیستند، اونا به اصطلاح نتایج و مطلوبه های اساسی و نمو تقلباتی که بوده که
در جریان کمیسیون در جریان بازشماری ها را از طرف کمیسیون صورت گرفته. این تقلبات را که ما انتقاداً مطرح می‌سازیم، این تقلبات تنها دید و نظر ما نیست، بلکه دید قاطبی مردم افغانستان است که در طول افمایی که این پروسه طول کشید، شما دیدین که اکثریت مردم افغانستان انتقاد را در مبنای اساسی کار کمیسیون انتخابات داشتن. بله، گذشته از این گپ های همیشگی و عمومی که همه مردم داشتن، شما مشخص صحبت کنین چه یافته هایی دارین که نشان میده واقعا تقلب شده، کسانی که برنده هستن به باور شما مبتنی بر تقلب است؟ با در نظر داشت این نکته هایی که هر کمی و کاستی وجود داشت پس از اعلان نتایج ابتدایی به کمیسیون شکایات سپرده شد و کمیسیون شکایات چنان که ادعا داره همه جریان بررسی کردن و نتایج با حضور داشته کاندیدان معترض و نامزدهای معترض بررسی کردن و با کمیسیون فرستادن، کمیسیون هم اعلان کرد. این گفته ها از آدرس اردو کمیسیون است، اما چه گفته های خاص و چه نکته های یافته های شما است؟ عرض ما ای است که شما جریان نتایج را که کمیسیون سم شکایات یا کمیسیون شکایات انتخاباتی مطرح کردن و خصوص رئیسش معترف شد، او گفت، خودش گفت که به زبان خود اقرار کرد که ما عدالت اساسی را و عدالت واقعا عدالت همه جانبه را در ارتباط با انتخابات موجود و شمارش آرا و همچنان امین نتایج انتخاباتی که کمیسیون انتخابات برای ما روان کردن ما در ارتباط تامین کردن نتونستیم. امین خود کلمه ای که ما تامین کردن نتونستیم عدالت خود نشان دهنده از این است و بازگو کننده از این است که کمیسیون شکایات انتخاباتی با اون نتایج را که کمیسیون انتخابات مطرح کرده توافق نداشت. سوال دوم ای که ما از جمله کسایی هستیم که من شخصا خودم از جمله کسایی هستم که از ما قبل از این که مسئله شمارش آرا و نتایج انتخابات معلوم شد $25,000 مطالبه شد و این جزء دوم از سوال بسیار جدی است که ما را وادار می‌سازد به این که ما ادعا بکنیم که تقلب در کمیسیون جریان داشت. این مطالبه از چه آدرس صورت گرفت؟ همون وقتی اولی که پیش از اینکه شمارش آرا شروع شود از ما مطالبه کردن، پرسان کردن از چه آدرس مطالبه شده؟ از یک آدرس مشخص معینی. آدرس مشخص مربوط کدام یکی از این نهادها بوده؟ مربوط همین کسایی که قدیما صحبت میکردن، گفتن ما از طرف کمیسیون انتخابات موظف شدیم به این کار. به ما همینطور گفتن که ما وقتی که مطالبه کردن که $25,000 بدی، ما برش گفتیم، ما برش گفتم که شما این حرکت شما خلاف اراده ملی بیان این نکته و دقیقا مطالبه این مسئله چی نمیخواه بسنا فرمرفت میخواهیم این نکته را بدانم. فکر میکنین زمانی که شما قادر به پرداخت این رقم پول نشده این کسانی که پرداخت کردن بلسته ممکن این را من مطلق ادعا نمی کنم کسایی که پرداخت کردن، ولی چون از من مطالبه شده حتما از کسای دیگه هم مطالبه شده. پس شما پرداخت نکردین؟ ما پرداخت نکردیم. تشکر، سپاسگزارم. اجازه بدید اینجا مجددا برمیگردیم. آقای ایوبزاده، بررسی این جریان و حداقل اکنون شورای ولایتی و این اعلان نتایج و این لیست همیش این گونه می باشه، کسی رضایت داره و کسی هم نه، زبان ساده و عامیانه، اما از آدرس یک نهاد ناظر این جریان چگونه بررسی میشه؟ تشکر، سلام خدمت شما میهمانان عزیز و همچنین بینندگان گرامی کمی دقت تماشا میکنن. اولا باید گفت که در انتخابات برنده و بازنده هست. بله، یک تعداد برنده میشن و یک تعداد بازنده و نمیتونن مطابق معیارها خود عیار بسازن. این را باید بپذیریم که انتخابات بدون اصل نمیتونه برگزار شه. بله. بحث دوم این که متاسفانه نقطه ضعف هایی وجود داشت به اساس یافته های ما از روز انتخابات شروع، بعد از اینکه بررسی ها صورت گرفت، پروسه مکرر طولانی شد و به تاخیر مواجه شد و در ضمن میکانیزم دقیقی که بین دو کمیسیون به خاطر هماهنگی فعالیت های مربوط به انتخابات شورای ولایتی زمینه سازی میشد تعریف میشد، مشکلاتی وجود داشت و شواهدی هم اقتدار از کاندیدا داشتن برای که عدالت تامین نشده برایشان، عدالت انتخاباتی و تعداد از ولایت مشکلاتش در سطح بسیار بالایی بود. یکی از نمونه هایش ولایت بغلان متاسفانه. نقطه ضعف ها از نقطه نظر تکنیکی که شکایت با کیفیتی میتونست درج شود و درست رسیدگی شود و پروسه تفتیشی که صورت گرفت متاسفانه در اوایل تعداد نهادهای ناظره در جریان نگذاشتن و بعد از اینکه ما غیر مستقیم در جریان قرار گرفتیم راهکردی که ازش استفاده میشد یا کارشیوی نبود که حداقل همگی او را میتونست تصویب کنه و نظر میداد در موردش تا اینکه تفتیش به طور شاید باید صورت میگرفت،
همه تمام مسائل حالا برمیگرده به این نتیجه نیم ساعته ای که توسط کمیسیون مستقل انتخابات اعلان شد. حالا اعلان شد که تعداد کسایی که برنده شدن چی از طبق خناس و ذکر مشخص شده. چیزی که بسیار مهم است که یک ضعف بوده در انتخابات های گذشته پاسخ دهی. بله. حالا نتیجه اعلان شد. این نتیجه بر مبنای چه مسائل اعلان شد؟ اینا چطور تونستن به همچو یک نتیجه برسن؟ تا زمانی که نتونن پاسخگو قرار بگیره چه کمیسیون مستقل انتخابات و سم شکایت افغانستان خیلی دشوار خواهد بود که مردم واکنش نشان بده. بدون شک یک تعداد تونستن اسناد را مثل ورق نتیجه و یا معلوماتی را که از خود دیتابیس توسط افرادشان بعد سواردن در دست دارن و بنان با مو اسنادی که در انتظار ممکن یک تعداد واکنش نشان بده. ولی عدم پاسخگویی کمیسیون مستقل انتخابات که نتونه از نتیجه که اعلان میکنه دفاع کنه، او زمان چالش ها را بیشتر ایجاد میکنه در سر راه انتخابات و ما انتخابات دیگر هم در پیش روی داریم که ممکن به چالش مواجه شویم. بله. اما در نهایتش ما از این که بالاخره کمیسیون مستقل انتخابات قادر به ایجاد که نتیجه اعلان کنه استقبال میکنیم، به خاطر اینکه اگر اعلان نمیشد دقیقاً اگر اعلان نمیشد یک نوع وقت کشی صورت میگرفت و ما یک تاسفی همیشه دارم در رسانه‌ها گفتیم که همیشه تلاش کردن در مسائل انتخاباتی ما رو در وضعیت بد و بدتر قرار بدن. حالا ما در همچین یک وضعیت قرار داریم. از یک طرف اصلاحات بزرگ کلیدی باید ایجاد شه، از طرف دیگه باید ما انتخابات پارلمانی رو مطابق قانون اساسی برگزار کنیم. اما آقای عبدالله، این استقبال حداقل پس از عفو متأخر اعلام شدن واقعا با معنای سری و مستقیم واژه است یا برعکس مسئله است که کمیسیون و افراد باید بدانند که کنایه وجود داره اینجا؟ خب همه چی هویداست. تمام ملت افغانستان ناظر بر دو انتخابات سرنوشت در افغانستان بودند که متاسفانه یکیش قربانی تفاهم سیاسی شد، دیگرش هم بسیار طولانی شد. فشارهای سیاسی بین بعضی از چالشایی که وجود داشت نادیده نگیریم، فشارهای سیاسی وجود داشت و یک نحوی تا جایی که گزارشات بر ما آمد از زمینه فساد فراهم شد و معلومات کافی و دقیق از محل در اختیار دو کمیسیون قرار نداشت و سطح تقلب متاسفانه بالاتر بود در مقایسه با انتخابات ریاست جمهوری. اینه برای کمیسیون با اینکه نقطه ضعفی در مدیریتشون وجود داشت خیلی دشوار خواهد بود که بتونن درست تصمیم بگیرن و حق به اقدار برسن و آرای 100% رو بتونن تفکیک کنن. بتونه بوده که یعنی تمام نتیجه مشکل داشته باشه، یک تعداد تونستن از طریق قرار بدست بیارن، ولی ضعفی وجود داشت از نظر تکنیکی و سیاسی. بس اندامون گفته هایی که آقای معرفت اشاره کردن که رئیس کمیسیون خود پذیرفتن که عدالت به شکل عامش نتونستن برقرار کنن. اما آقای آشنا، با این گفته های رئیس جلیلی کمیسیون مستقل انتخابات آغاز میکنیم که گفتن در گفته های امروزشان که خانم روسانی گفته همچنان با وجود تمام مصروفیت هایی که کمیسیون داشت توانست در 25 سال نتایج ابتدای انتخابات شورای ولایتی را هم اعلام کنه، چگونه بررسی میشه کارکرد کمیسیون از دیدگاه یک فعال سیاسی؟ تشکر. با درود به شما و مهمانان حاضر و بینندگان عزیز، اجازه بدین قبل از اینکه روی سوال شما بیایم یک نکته با کاندیدان برنده و کاندیدان بازنده را شریک کنم. پیش از اینکه برای کاندیدان معترض متاسف باشم و بیشتر بر کاندیدان برنده متاسف هستم امروز، اونایی که واقعا اونو کسایی متاسف هستم که رأی واقعی مردم رو داره، چون وقتی دوست و کاروان با هم قاطی میشه اونایی که رأی پاک واقعی مردم رو هم امروز در بین نامزدان شورای ولایتی داره، مورد رأی پاک و واقعیشان مورد شک و تردید و سوینیت های اجتماعی سیاسی قرار گرفته و مجبور هستند دفاع کنه که آرای ما پاک است، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. و اونایی که رأی پاک مردم را داشتن و امروز حقشان ضایع شده، بر از اونها خب قطعا متاسف هستیم، ولی بیشتر آسیب جدی را کسایی دیدن بیشتر از کسایی که معترض در صف برندگان، کسایی که رأی مردم را دارن آسیب جدی دیدن، چون مدار اعتبار نیست. زحمت کشیدن، هواداران چه آمدن رأی دادن، اما پروسه در کل اعتبار خود را و مشروعیت خود را از دست داد. بله. وقتی بیایم کل پروسه را بررسی کنیم، من واقعا حیران میمانم آقای نورستانی و همین چند نفر که یک صف طویل پشت یک میز دور به دراز میشینن، باز هم با وجود این همه مضحکه و با وجود این همه رسوایی که انجام شد و تجربه شد و کل مردم افغانستان و مردم جهان، اونایی که انتخابات افغانستان رو دنبال میکردن، دیدن و اعتراف کردن بر جفایی که به حق رأی مردم افغانستان شده بود در انتخابات و در انتخابات، حیرانم که اینا با کدام جرأت میان اعلان میکنه اینا رو.
اینکه میگن ما مصروف بودیم و به دلیل مصروفیت ها و اینا چی شد امروز یکی از حرف های خوب یا یک همزمان یک از حرف های بد این بود که یک بخش از اسناد یک از رسانه های خصوصی به رسانه های آزاد همگانی کرد که نشان میداد میزان پول که کمیشنرها از کد 91 گرفته و سفرهایی که اینا به هند داشته و میزان نوع مصروفیت از اینا را و مصارف اینا را و چگونگی حیف و میل شدن یک سرمایه و ثروت و فرصتی که او میتونست بدل به حمایت از دموکراسی و تقویت از دموکراسی و مشروعیت دهی به دموکراسی باشد در یک مسیر نادرست استفاده شد که امروز حالا خانم ساخزه هم به همین میز در یک موقعیت ناگزیری قرار میگیره و شما سوالای میکنین که اینا باید دفاع بکنه و توضیح بده که ما سیستم کمپاین ما چطور بود و چطور رأی گرفتیم. بحث دیگه ای است که خب در یک وضعیت و در یک جامعه که انتخابات ریاست جمهوری بعد از برگزاری دو دور مشروعیتش زیر سوال میره و بالاخره بر اساس یک توافق سیاسی حکومت وحدتی ملی شکل میگیره و در روزی که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اعلان میشه از آمار و ارقام و برنده کسی حرف نمیزنه اما یک توافق سیاسی رو اعلان میکنه بعد از یک تفتیش 100%. حالا در زمینه انتخابات شورای ولایتی وقت تفتیش 100% هم در کار نیست، یک فشار سیاسی محکم. کاندیداهای شورای ولایتی طبعا افرادی که اون قدرت سیاسی محکم و اجماع سیاسی و قدرت مردمی که پشت کاندیداهای شورای ولایتی انتخابات ریاست جمهوری بود و مجبور کرد که در یک جاهای تقلب عقب نشینی بکنه و یک بخش از رأی مردم اعاده شود. وقتی شورای ولایتی کسانی هستند که اون قدرت لازم رو نداره و توانایی رو نداره و با یک مشکل رأی گرفته، اون رأی هم در نتیجه فساد و در نتیجه ناکارآمدی همین سیستم و آنچه مردم افغانستان تجربه کردن رأیش باطل میشه، خب اینا چطور دفاع کنند؟ چون آرای انتخابات شورای ریاست جمهوری تفتیش 100% شد، بعد هم نتونست مشروعیت لازم رو تأمین بکنه. این در حالی که همین کمیسیون با همه اسناد و شواهدی که انتخابات ریاست جمهوری برسوایی کشید و به بنبست خورد و کاندیداهای شورای ولایتی هم مثل آقای معرفت و آقایون و خانم‌های زیادی در این مدتی که اعتراض می‌کردند از داشتن اسنادها و فایل‌های صوتی و مکالمات تلفنی و پیشنهادهای گوناگون یا درخواست مطالبات پول یا هر چیز دیگه یاد می‌کرد، چطور ما بیایم امروز اعتبار بکنیم که بله آنچه را که آقای نورستانی اعلان کرد واقعا همی واقعیت داره، یا آنچه را که معاونشان گفت که خب این انتخابات یک انتخاباتی است که در سطح منطقه با حیثیت برگزار شده و نمونه و مثال هست، این ادعاها یک طرف، ولی من متاسفم برای مردم افغانستان که رأی میتن ولی نتیجه رأیش در پایان کار قصه اینطوری میشه. سپاسگزارم. پس از وقفه کوتاه ادامه بدیم. بله، بس خوش آمدین. خانم ساقزی، چند نکته قبلا مطرح شد، شما 25000 دلار پرداختین یا شما چه مجرای دیگر تعقیب کردین تا برنده شدین؟ کارودن همیشه په مطبعاتی که انده پرسنه کیږي چې آیا تاسو هم د پیسو په بدل کې راغلی او یا هم مثال تاسو تقلب کړی چې تاسو بریالي شوی سي، ولی د دې هم د ټاکنو خپلواک کمیسون هم د شکایتونو کمیسون هم کابل شریان ټول شاهد دي او ټول میډیا هم چې خطرې ساقزای په تقلب سره راغلی ده که هغه رښتیا د خلکو رای د ځان سره او خصه د اوس هم ملاتړ د ځان سره لري که چیرې مثال دلته خبره راسي وو یا تراسي چې آیا ما تقلب باندې رای اخیستی ده، آیا ما پیسو باندې بریالی سوی یم، نو زه کولی سم هغه کوم کسان چې ما ته رای راکړی ده د هغه ستاسو تلویزیون د لارې زه غواړم چې هغوی ټول د خپل کارتونو سره ورته حاضر کړم د کمیسیون په وړاندې باندې کوم معترض کاندیدان چې وایي چې خطرې ساقزی درغلي کړې ده کولی سي چې ټول خپل پوښتنه ځیم وکړي او کولی سي د دې قناعت هم حاصل سي. راځم بل موضوع ته چې مثال همیش د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ باندې درو دېرش نفره باید راسي د ولایتي شورا د استازیتوب وکړي په کابل ولایت کې، ولې کاندیدان و تقریبا 450 نفر؟ آیا د 450 نفره
ټول راتللی سی باید د کابل اساس ته مو کې خوته بندلته ځینې بریالي ځینې به مثال نه بریالي ځینې به معترضي ولی سید چې مثال هغه هیوادوال لکه در مخه چې د ورور اشاره وکړل چې سید ماته هغه کوم شورا د انتخاب کړی استي ولی تاسو ولیدل چې هغه کرته ترینه رایا تقریبا 3500 رایې و چې موږ یو خور و بریالي سیمه چې راغل ده آیا مثال سید چې تاسو به هم کمپاین کړی سید تاسو به هم خلکو برای درکړی ولی هغه رایې په دومره کچ باندې نه و چې تاسو بریالي سی مثال داسې دوستان هم ست تاسو ودل چې نن خپل نورستاني سبو ویل چې داسې هیوادوال مهمو داسې یو کاندید چې په کابل کې دی هغه کز پیژنم دوی رایې اخستی مثال زموږ داسې یو خور و چې تقریبا 140 بش رایې اخستی نو په یو سلو څلیر مشرای کې خوڅوک نسی بریالي کېدل هغوی هم نن زه د میډیا پر مخ باندې وینم هغوی هم اعتراض لري او وایي چې موږ بریالي یو او موږ حق تلفیز نه غسل ساقای ایوب زاده هم اشاره کردم که برد و باخت در این جریان حتمی است و متاسفانه در افغانستان است که اگر واقعا کسی هم که سزاوار یک جایگاه نیست چون مبدل به جایگاه حیثیتی شده با دو رای هم که گرفتن اونا هم معترض هستن اما میخوایم این نکته رو بدونم که با این گفته هایتان آیا واقعا شما رد میکنید که هیچ گونه این حرفایی نبوده آیا واقعا از کسی پول خواسته نشده؟ ما در خبرو پسر که و ویل چه دینی آیا پرسی که و مطل داری که و مطل دی وی شنیدن کیب قوت مانند دیدن وقتی چه مثال دا خبری سیده چه دینی بکزه که دایسی دینی مرش دا گاوندی هواتون دشمنان لرو مرش دینی دستی کسان لرو چه هاگوی نسی کولای چې دلته فیصله انتخابات په شفاف توګه په افغانستان کې ترسره شي کیدای شي مثال د هغوی د لارې د انتخاباتو د پروسې د بدنام کولو په خاطر باندې کیدای شي ځینې پروګرامونه داس په لار باندې چولی شي مثال ځینې نمایندان ته زنګون وروالي چې تاسو مثال موږ ته پیسې راوړي او موږ به تاسو بریا لیکو ولی دلته یا ځینې کسان هم تاسو ته داسې زنګون او تماسونه راغلي وکړه تر اوسه پر خومات داسې کوم زنګ نه دی راغلی او همیشه دی وایي چې تقلب سوي دی یا مثال دلته پیسې غوښتل سوي دی جریان انتخابات چه؟ این چون این زنگ شما تماس داشته اول ورز سخه ده اول ورز سر شما زن نومند کردی تا نن روز پری ده کمیسون پا لور بانی هم نیم تیر سوی او نمی کم سیاسی ملاتر ده زن سر دلو دلی نکم ده حیث پا استاز تو بنزد للیم نمی پیسی ور کردی او نمی هم تقلب کردی تشکر که مثال دا اختلافی که دلی حوال بز ما پوران بند سوی چل هم دلنا مثال زما رای حفظ ده او زب ددوارو کمیسون پر خپل وقت دوبانی پورا باور لرم سپاس گذاریم اما واقعی معرفت های واقعی این جا داره اگر افرادی که چنانی که اشاره شده و گفته شده از ادرس کمیسون که با دو رای هم آمدن که این یک مسئله جالب میتونه باشه اونا هم معترض هستن آیا تمام اعتراض ها بی‌بنسد و بدون یک اسناد قوی است همه گفته ها باید این گونه باشه برای اینکه برنده نشدن اصل برد و باخت است اینا در قالب باخت قرار گرفتن باید اعتراض کنن همه گفته ها بی جا است و واقعا این دو کمیسیون و یا دقیقاً کمیسیون مستقل انتخابات آنچه جریان را به پیش برده خیلی شفاف بوده حالا به نظر من اعتراض که مجموع هر کس مبنا داره بنمو به استرا داشته های مربوط خود ای که دو رای هم داشته چون در صف قرار گرفته حتما اعتراض داره و خواسته داره در مجموع بله. ولی آمدیم سر از ای که این سوالی نیست که تنها اونمو آدمی که دو رای گرفته اعتراض میکنه بلکه این خواسته است که اکثریت قاطع مردم اعتراض دارند نسبت به کمیسیون انتخابات افغانستان در مجموع ما نتایج کمیسیون انتخابات در ریاست جمهوری کاملا درک کردیم که نتایج مطلوبی معین را نداشت از انتخابات بله. و در ارتباط به انتخابات شوراهای ولایتی ما پیشنهاد ما امی مجموع کاندیدای معترض امی بود که شما بازشماری بکنین آرا را یک بار مجموعا در این بازشماری که 992 به اصطلاح محل مورد بازشماری قرار گرفته در اونجا بسیار واقعیت‌های عینی برآمد نشاندهنده از این بود که یک تعداد کسایی که در اونجا تقلب کرده بودند مثال اسنادشان مدارک مربوطشان واقعا از طریق رسانه ها مطلق مجموعا توضیح داده شده از طریق همون کسایی که در نظارت حضوری بالفعل داشتن این یک طرف موضوع است موضوع دومی که ما هیچگاه کسی که مثال کار بد کرده باشه خلاف کرده باشه هیچگاه معترف به کار بد خود نیست حتما میگم من خوب آدم هستم کار خوب کردم نتایج مطلوب خوب داشتم من فکر میکنم که ما برنامه‌ای را که ارائه کردیم برنامه‌ای را که ما داشتیم در مجموع با این کمیت وسیع افراد عامی که ما داشتیم در مجموع فکر میکنم ما باید برنده میبودم ولی در جمله بازنده ها قرار دارم و همون آدمایی که مرا در تلفن نگفته کسی بلفیل امرای ما مواجه بوده بلفیل مطالبه کرده بله. و مرا گفته که اگر یک لک رای هم ببری تو در سیستم داخل نمیشی
تا که این مطلوبه ما را برآورده نسازینه. حالا ما میگیم که در مجموع نتایج انتخابات نه تنها مورد تایید ما نه، بلکه مورد تایید اکثریت نهادهای مربوط ناظر نیست در مجموع. بله. اکثریت و کسایی که تا الان ما کدش مصاحبه کردیم از طریق رسانه ها مصاحبه ها صورت گرفت، اینا از نتایج انتخابات موجود شورای ولایتی نارضایتی دارن، به خاطر از اینکه اینا اکثرا کسا ما از خود عامیان خاصی دارم در مجموع. این عامیان من نسبت به عدم حضور ما در شورای ولایتی کابل، بله، اینا ناراضی هستند در مجلس. اما یک نکته دیگر وجود داره آقای معرفت، اگر بازشماری برای شورای ولایتی صورت نگرفت، فرصت زمان خیلی زیاده برای تفتیش و یا حداقل رسیدگی برای شکایت ها وجود داشت. کمیسیون شکایت ادعا داره که در این عرصه کار خیلی خوب را انجام داده و اکثریت از نامزدان هم رضایت دارن از کار کرده کمیسیون شکایت و رسیدگی به شکایت. آیا فکر نمی کنین اونجا همه موارد شکل بررسی شده و در حضور شما و تمام نامزدانی که حق بقدار رسیده باشه؟ نه، ما در مجموع کمیسیون سهم شکایت اول خودش معترف است که ما نتونستم که عدالت را تامین بکنم. ناشی همین کلمه ای که ما تامین کردیم، عدالت به صورت دقیقش تامین کردن نتونستم، خودش نشان دهنده از این است که اینا از کار خودم رضایت کامل ندارن. و در پلی از اینا با شماری را در مجموع همین شکایات را که برشان مطرح شده بود رسیده بود، اینا با در نظر داشت شکایت پس سر بازشماری دوباره صندوق ها رفته نتونستن. آنچه را که اینا جمع‌بندی کردن، یک جای کردن، روان کردن به کمیسیون انتخابات، طرف تایید کمیسیون انتخابات در قدم اول نبود و او را اعتراض میکرد که در مجموع کمیسیون سهم شکایت تماما او محلات مربوط را با در نظر داشته واقعیت های عینیش مورد امون نقاط را که یا مورد اعتراض قرار داده، این نقاط در حقیقت قابل اعتراض نیست. و از جانب دیگه این سوالی که مثال در مجموع ما میبینیم که نتایج و مطلوبهای موجودی انتخابات شوراهای ولایتی ممکن در قاطع اینمی کسایی که امروز یا در شمار اینمی کسایی که امروز عضویت پیدا میکنن برنده هستن، افراد بسیار خوبی باشن که از امکانات یا از رأی بسیار خوب مردم برخوردار باشه، بله. ولی در قالب اینا کسایی هم هستن که ممکن ناتوانیایی داشته باشن، ضعفایی داشته باشن، کمبوداتی داشته باشن از لحاظ روابطشان با مردم و از لحاظ حمایت مردمی. پس خیلی خلاصه این جمله را نهایتا شما پاسخ بدین که گفته هایتون به معنی از این است که نسبیتا میپذیرین یک مجموعه کسانی که واقعا با رای پاک اومدن و یک مجموعه کسایی که به باور شما تقلب اومدن، این گونه است یا نه در کل تمام سیستم و کسانی که در لیست داخل شدن مبتنی بر تقلب و فساد است؟ کل نمیگیم، ما نسبی صحبت میکنیم، نسبی کسایی وجود دارن ولی افراد هم وجود دارن که به اساس تقلب در این نتایج موجود و ما من منعیس یک عضو کاندید معترض، من معتقد هستم که امو روان خود رئیس کمیسیون انتخابات امروز نتایج را که اعلان میکرد نشان دهنده از همی بود که اینا نتایج آرای حقیقی مردم افغانستان را به اصطلاح اعلان کرده نمیتون. سپاسگزاریم، تشکر از شما. پس از وقفه کوتاه ادامه میدم. با سلام مجدد بدم، بس خوش آمدید. آقای اوزاده، گذشته از حرفای روزمرگی چون و چراها و علل اساسی چنان که ما هم در جریان هستیم، با نشست‌های مجدد و مکرره که با سایر نهادهای ناظر شما داشتین، نهایتاً یافته‌ها چه نکته‌ای را نشان می‌ده؟ ببین اکادمیک‌تر مطرح شوه و مونگونک شو با بررسی کردین ضعف‌های اساسی در کجا بود؟ یکی از موارد را که می‌خوایم به شکل یادداشت اشاره کنم که گفته شده، همین برگزاری همزمان انتخابات شورای ولایتی با ریاست جمهوری یکی از آسیب‌های بزرگ بوده. آیا واقعا این هست و یافته‌های دیگر؟ ضعف اصلی در عدم موجودیت لیست رای دهندگان در پروسه بوده که زمینه تقلب بیشتر بساط بکرد. بله. از یک طرف موقعیت محلات دقیق نمیتونست مشخص کنه، از طرف دیگه تعداد اوراق رادی که باید به چاپ میرسید و اختصاص داده میشد و به یک نوع زمینه محلات خیالی را فراهم میکرد. در کل عدم موجودیت لیست رای دهندگان یکی از چالش‌های بزرگ بود. اما با پوزش وقتی که دقیقاً دیشب همین نکته را ما با آقای نورمحمد مطرح کردم، ایشان گفتن که زمانی که این گونه حرف‌ها را صحبت میکنن نهادهای ناظر یا نهادهای رسانه‌ای یا کارشناسان آزاد، اونا از جبرها و مشکلات کمیسیون نمیدونن. این چیزا ناممکن است در افغانستان. آیا واقعاً این گونه از شما برای بهبود برای آینده ها صحبت میکنن یا نه امکانات وجود داره من حیث یک نهاد متخصص شناسایی شده که این گونه سخن گفته میشه؟ ما
عملا در این مورد کار میکنیم، یک برنامه دیروز هم در بلخ داشتیم، تلاش داریم که در تمام ولایت همچو برنامه را زمینه سازی کنیم و بعدا با یک طرح حقوقی این را پیشنهاد کنیم برای مرجع مربوطه که حداقل شاید تغییرات ما را بسازه. ما سفری بر فلیپین داشتیم، سفری بر اندونزیا داشتیم در انتخاباتی کجا برگزار شد و اینا یگانه عذری که دارن امروز در افغانستان، دلیلی که چرا لیست رای دهندگان تهیه نمیشه، میگن حسایب مشخص نیست و نفوس شماری صورت نگرفت، در حالی که یک عذر این اساسی و یگانه عذری نمیتونه باشه برای تهیه لیست رای دهندگان. سه منبع بزرگ میتونست زمینه سازی شه، به پولی که مصرف شد در افغانستان. بله. یک از دیتات بیس موجود اگر در اختیار ما قرار بتن، من اینا رو میخوام چالش بدم. در ظرف دو هفته ما یک لیست رای دهندگان تهیه میکنم، ممکن 70% رای دهندگان سرنوشتش و محلات مشخص تعیین شود. دو، پروسه تذکره الکترونیکی که متاسفانه فکر میکنم زیاد طول میکشه، امکان داره تا رفتن به طرف انتخابات پارلمانی شاید تنها کابل بتونن تحت پوشش قرار بدن. اگر منابع بیشتر شه، ما مطمئن هستم که حداقل میتونن کل کشور تحت پوشش قرار بدن. سه، آغاز مجدد توزیع کارت ثبت‌نام رای دهندگان. ما این که یعنی احصایه یا نفوس شماری یگانه راه حل نیست که مالس رای دهندگان تهیه کنیم، اما این مجدد کارت رایدهی با پوزش در امتداد و یا از نو؟ از نو، چون کیفیت کارت ثبت نام رای دهندگان قبلا کیفیتی نبود که ما سرش بتونیم حساب کنیم و میتونست خیلی راحت حتی در کشورهای همسایه به چاپ رسید. ضعف دومی میم اگر کوتاه هر کدام جزئیاتش اگر یک روزم صحبت کنیم کمتر خواهد بود، اما خلاصه ضعف دومی خود برگزاری انتخابات شورای ولایتی با انتخابات ریاست جمهوری است که متاسفانه یکی از ضعف‌ها بوده. ضعف سومی کم توجهی مسئولین نسبت به انتخابات شورای ولایتی در کشور بوده، چون در قانون وضعیتش کاملا روشن نیست که صلاحیت‌ها و مسئولیت‌هایی که مشخصه که اینا داشته باشند و بتونه سرنوشت‌ساز مثمر واقع شود در سطح ولایت، هنوز به او حد نرسید. نقطه نظر حقوقی مشکل خود دارن، یک تعداد از ولایت بایسی مشاور هستن، یک تعداد از ولایت حداقل در همکاری والی کارا رو انجام میدن، این ضعف حقوقی داره. ضعف دیگه در بی‌طرفی افراد در داخل کمیسیون مستقل انتخاب در عدم بی‌طرفی، دقیقاً عدم بی‌طرفی مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات چه در مرکز و چه در ولایت که اینا به اساس گزارشاتی که برای ما رسیده خودش ضعف دیگه بوده که حداقل چالش ها را سر راه انتخابات شورای ولایتی ایجاد کرده. مسئله دیگه که خیلی هم حیاتی است، مستقل بودن هر دو کمیسیون است، هم کمیسیون سم شکایت افغانستان مستقل است، هم کمیسیون مستقل انتخابات مستقل است. اینا این میکانیزم هماهنگی که درست تعریف شده متاسفانه در قانون در نظر گرفته نشده، در کنار از اینکه ما تلاش کردیم پیشنهاد برای بهبود قانون داشته باشیم، اینا بعضی وقتا بعض از مسائل گنگ میشه، یکی که صلاحیت کی است و از کی نیست، اینا نمیتونن به یک نقطه واحد برسن و حداقل ما رو شاید شفافیت بیشتر بسازن. خود مداخله حکومت متاسفانه یکی از چالش های دیگه بوده. مسئولین حکومتی در سطح ولایت متاسفانه تلاش کردن که افرادی که مربوط به خودشان میشن بیشتر کمپین هم به صورت بگیره، از منابع حکومتی استفاده کنن و حداقل هشدارها و تهدیدهای هم صورت گرفت تا یک افراد در سطح ولایت منافع حلقات سیاسی مشخص بالاخره جایگاه خود در شورای ولایتی پیدا کنن. حال خلاصه بگوین با پوزش بگوین این همه موارد راه های حل و پیشنهادها حداقل از آدرس نهادهایی که ناظر بودند و یا من حیث نهادهای متخصص برای پیشبرد انتخابات و نهادهای بی‌طرف در نظر گرفته میشدن، دیدگاه های وجود داره مطرح شده یا خیر؟ ما خو در کل نور محمد هم مفت میکنیم همیشه و هر چی که میگه اختیار مربوط به خودش است، ولی ما به شکل یعنی مکررن ما کتبن پیشنهاداتی داشتیم چند باری با کمیسیون مستقل انتخابات، حتی رسما نهادهای ناظر بر انتخابات با اعضای رهبری، با آقای نورستانی، با آقای هوتکی و بقیه دوستایی کجا حضور داشتن، کتبن پیشنهادات خود ارائه کردیم. بله. حتی در سطح ولایت نهادهای ما، نهادهای همکار ما که سیوش نهاد اونجا کار میکنن، پیشنهادات خود ارائه کردن. متاسفانه خیلی خوش برخورد میکنن، خیلی مثبت برخورد میکنن. وقتی زمانی که ما میخوایم منتظر عمل باشیم که در عملشون چی است و هیچ عملی یعنی توجهی به صورت نمیگیره. ضعف اینه ما قبل از رفتن، یک چیز نقطه را که میخوایم برش تاکید کنم، قبل از رفتن به انتخابات شورای ملی ما نیاز داریم که تغییرات بیشتر و بزرگ اساسی در این ساختار از افراد شروع الی لوایحی که وجود هست، الی کیفیت مواد، مواد حساس و بقیه بخش‌های دیگه انتخابات باید ایجاد کنیم. سپاسگزارم آقای آشنا. نکته ها و موارد تکنیکی که در جریان انتخابات من حیث مؤلفه و علل آسیب شناخته شده که نهادهای ناظر به این نکته کار میکنن، اما مسئله سیاسی این جنبه هم قابل بحث است. گفته شده بود از آدرس هر دو
تیمی که نهایتاً به انتخابات منتهی شدن که تغییرات در سطوح مختلف کمیسیون مستقل انتخابات که از ظرف‌های اساسی است و این نکته بدرنگ از آدرس نهادهای ناظر هم گفته شده، اما تا کنون هیچ حرفی در این زمینه گفته نشده. اصل علت در کجاست؟ آیا واقعا نیاز نیست تا برای این نکته عدم بی‌طرفی از رأس تا قاعده تغییرات ایجاد شود؟ قطعا این نیاز هست. البته یک نکته را باید از بینندگان یک بار دیگه معذرت بخوایم، چون ما بین مردم و بارها شاهدم وقتی در رسانه ها روی پرده تلویزیون بحث انتخابات است، خیلی ها با عصبانیت ریموت رو میگیرن میگه پس کنین مردار کردین. امیدوارم که حالا ما را اینطوری نگوین، باید واقعیت ها را بگوییم و بشنویم. باور من این هست که تمام آنچه که آقای ایوب زاده گفتن و واقعا مورد داره و مجزا جدی هست، اینا از باب اتفاق نیست اتفاقا لیست رای دهندگان را تهیه نکنن، یا توزیع نشدن تذکره الکترونیک در افغانستان از باب اتفاق نیست، یا مثلا چگونگی پاس شدن قانون انتخابات و توشیح شدن قانون انتخابات و ماده ها و مواردی که در درون قانون انتخابات ما کار کردیم از موقعی که 1.5-2 سال پیش ما در درون شورای همکاری احزاب ائتلاف های سیاسی با همکاری نهادهای جامعه مدنی روی یک پیشنویس قانون انتخابات کار کردیم که متاسفانه هر ماده‌ای که میتونه سلامت انتخابات را ضمانت بکنه و حق رأی مردم افغانستان را ضمانت بکنه و برداشت، حتی بله، در قانون انتخابات تقلب برش مجازات در نظر گرفته نشده. باور من این هست که این چیزایی که اتفاق میفته عملا برخواسته از دید سیاسی اشتباه هست. یک تعداد در افغانستان هنوز هم از دموکراسی مهراسند و باید به این اعتراف بکنیم، متاسفانه این یک درد است و به دلیل اینکه از دموکراسی میترسند زمینه را به گونه‌ای میچینند که بالاخره حرکت‌های اجتماعی سیاسی، حرکت‌های میلیونی مردم و اراده سیاسی مردم به گونه‌ای رقم بخوره که برای سال‌ها، برای چند سال دیگه هم اجالتاً مسیر دموکراسی دور زده شد و ما تن در بدیم به یک دموکراسی نسبی و اون تحقق دموکراسی 100% را هنوز از مردم افغانستان را ازش محروم میکنه. اما بپرسش این گفته ها بر 13 سال گذشته بارها بوده و گویا این گونه بوده، اما این روند جدید و این حکومت وحدت ملی در چه راههایی باید حرکت کنه؟ دقیق من میخواستم بیایم سر از اون، چون حکومت وحدت ملی از درون آرای مستقیم مردم افغانستان نیامد، بعد از بنبست انتخابات و بنبست اراده سیاسی مردم محصول توافق سیاسی هست و بر مبنای یک توافقنامه سیاسی که در اختیار مردم افغانستان قرار گرفت آمد. ده همی توافقنامه سیاسی دومین بخش یا جدیترین یک از بندهای جدی این توافقنامه اصلاحات در نظام انتخاباتی و نهادهای انتخاباتی است. حالا با تقاضای ما و آرزومندی ما این است که اگر قرار باشد دموکراسی در افغانستان تحقق پیدا کنه، اگر قرار است مردم افغانستان حیثیت مردم بودن و ملت بودن را داشته باشد و رأی مردم، اراده سیاسی مردم حساب شود، اگر قرار باشد که رهبران سیاسی افغانستان، اونایی که در رأس قدرت هسته، به این باورمندی رسیده باشند و اعتراف بکنند که قدرت دیگه به مردم برگرده و نهادهای دموکراتیک شکل بگیره، تا این نهادهای دموکراتیک بتونه به نمایندگی از مردم، از مجرای دموکراتیک به مشکلات مردم رسیدگی بکنه و اراده سیاسی مردم فرمان روای مردم باشد، بله، باید به توافق سیاسی درست عمل بکنه. بر ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی ما شاهد اون لجاجته که در دفاع از تقلب بودیم، این بار در دفاع از سامانه که تقلب را رقم زد تجربه نکنیم و اعتراف بکنند که این سیستم ناکارآمد بود و کسان تقلب کردند، کسان اراده سیاسی مردم افغانستان را به مضحکه کشاند و اینا باید شناسایی شود، معرفی شود عاملینش، اما قانون انتخابات باید اصلاح شود، بله، سیستم برگزاری انتخابات اصلاح شود، اون نارسایی های تکنیکی که آقای ایوب زاده ازش اشاره کرد و سایر موارد تکنیکی دیگه باید درست اصلاح شود و اراده سیاسی زمامداران ما در مسیر تحقق اراده سیاسی مردم هماهنگ شود و همجهت شود تا ما بتونیم اعتماد سیاسی مردم را برای رفتن به طرف انتخابات پارلمانی دوباره ترمیم بکنیم و برگردانیم و اعتماد سازی و اعتبار سازی کنیم بین مردم افغانستان. اگر این کارا صورت نگیره، در اگر انتخابات پارلمانی هم به تعویق نیفته که باور می است که به تعویق می افته و توقع ما و خواست ما می است که انتخابات باید به تعویق بیفته، چون
بهتری است که ما چند ماه دیگه یا چند ماه امین پارلمان کنیر تحمل بکنیم، بله. ولی یک فاجعه دیگر رقم نزنیم. به همین خاطر باید اصلاحات 100% و بنیادین در نظام انتخابات و در نهادهای کمیسیون مستقل انتخابات بیاید و کمیسیون مستقل انتخابات واقعا یک اسم با مسما شود. و پیشنهاد دیگه می است که کمیسیون انتخابات باید کوچک و کارا باشد. ما 9 تا کمیشنر چی میکنیم؟ نهایتش 3 تا 5 تا کمیشنر داشته باشیم که وقتی تقلب هم صورت گرفت و کوتاهی صورت گرفت باید کسانی که مقصرن مشخص شه. حالا بین 9 نفر ما کی رو بگیریم؟ در یک صف طویلی که در کنفرانس مطبوعاتی اینا میان میشینن یا در لحظه اعلام آرا ما کی رو بگیریم؟ و همش هم اعتراف میکنن و در واقع هم ضرب المثل عامیانه که روباه دوم خودش شاید میگیره. همین هم به هر دو کمیسیون هم بین همدیگه پاسکاری میکنه، ای اون متهم میکنه ایره. خانم اقتصادی از حضور شما هم در برنامه تشکر میکنیم. براتون فقط تمنا داریم با رسالت مند. خیلی خلاصه. صرف غوړم خپل هغه کوم خواند اورونه چې معترض دي هغه ته وایم چې دا مبارزه ده او باید مبارزه وکړو چې پراتلن کې پارلمان ټاکن لرو او خپل ټول هیوادوال سمور باید لازم تخیلي خبري ونه کو نافسنی خبرو کې ډیر توقع ه باید موږ هم ونه لرو. افغانستان یو جنگ زبل هیواد دی، باید موږ اور سره د دواړو کمیسیون سره خپل دولتي ادارو سره اما هنګ سو موږ جو اور سره ورکو او د افغانستان تراتلن کې بقا د پاره کار وکړو. ډیر مننه آقای عبدالله. یکی حرفای کلیشه‌ای است که ما همیشه ازش استفاده میکنیم که از جمله هماهنگی و مثبت بودن و خیلی گپای دیگه است، ولی یه خواهش می است که حکومت وحدت ملی که ما ازش توقع داشتیم این بود که هر چیز زودتر به مسئله شورای ولایتی باید بپرداخت، ولی بی‌توجهی صورت گرفت از طرف حکومت وحدت ملی. امیدوار هستم که هر چیز زودتر مسئله اصلاحات انتخاباتی را در لست خود بگیرد. در غیر از او خیلی دشوار خواهد بود که ما شاید اگه انتخابات سرتاسری و شفاف در افغانستان باشه. خیلی زیاد تشکر آقای معرفت. خیلی خلاصه جمله. کوتاه میگم فقط چند لحاظ به حکومت وحدت ملی پیشنهاد ما ای است که در قدم اول برای اصلاح خود کمیسیون انتخابات اینا یک برنامه خاص را مطرح کنن. یکی که همین کسایی که به فساد دست داشتن و اینا تقلب کردن در مجموع، این افراد اشخاص تعقیب عدلی شوه و به خاطر از این تعقیب عدلی شوه که انتباهی بعدی برای شو برای اون کسایی که در آینده و چیز دیگه ای که نظر ما از دید ما ای است که برای تامین نظارت فعال بر خود کمیسیون انتخابات که در برنامه انتخابات پارلمانی ممکن از او استفاده شوه، یک کمیته نظارت مردمی باید ایجاد شوه که هر آن کمیسیون انتخابات مورد ارزیابی بررسی قرار بده. تشکر، سلامت باشین. و همچنان از شما عزیزان بیننده سپاسگزاری میکنیم. دقیقاً این اراده سیاسی است که تحول در اصلاحات را مبتنی بر وعده های دوران کمپاین عملی خواهد ساخت و عملیاتی خواهد ساخت. تا برنامه بعد در افضل الله باشید. با امید افغانستان مترقی و متمدن.